پیغامی که روز پنجشنبه ایران از طریق قطر با آمریکا فرستاده است در مورد که دوران خویشتنداری یک جانبه به پایان رسیده رو شبکه الجزیره میگوید از طریق مقامات ایرانی دریافت کرده است و مقامات آمریکایی انتقال داده است. این در حالی است که دولت بایدن در طول 24 ساعت گذشته تحت انتقادات شدید در کنگره آمریکا چه از طرف جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها مخصوصا در مجلس نمایندگان بوده است. فشارها بر دولت بایدن بیشتر می شود در مورد اینکه دولت بایدن، خود آقای بایدن روز چهارشنبه در پاسخ خبرنگاران گفته بود که از اسرائیل حمایت نخواهد کرد اگر به تاسیسات هسته‌ای اتمی ایران حمله بکند. و الان صحبت ها در واشنگتن این است که رئیس جمهوری آمریکا بیشتر از اینکه قدرت بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد دارد سعی می کند قدرت بازدارندگی علیه اسرائیل داشته باشد. و در این حال اینکه آقای نتانیاهو مدت هاست بایدن و دولتش رو بازی داده است، اینکه ایده آتش بس که پشت سر هم کاخ سفید ازش صحبت میکند، همینجور تقریبا یک سال است که مداوم به دیوار برخورد کرده است. و آخریش هم تلاش دولت بایدن برای برقراری آتش بس در لبنان بود که الان کاملا از بین رفته است و به نظر میاد کاخ سفید بیشتر و بیشتر نزدیک میشود به نقطه ای که باید یک تصمیم خیلی جدی در مورد منطقه بگیرد. جمهوری خواهان میگویند دولت بایدن فاقد این قدرت تصمیم گیری و استراتژی است و تحلیلگران میگویند در حالی که 30 و چند روز مانده است به انتخابات آمریکا، این کشور هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته است که وارد یک درگیری بین المللی بزرگ بشود قبل از انتخابات. تحلیلگران هشدار میدهند که میتواند این تأثیرات بسیار شدیدی بر بازار آمریکا داشته باشد، تأثیرات بسیار شدیدی بر انتخابات داشته باشد و ورق رو به ضرر کامالا هریس در انتخابات بازگرداند. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا.